خب درود بر شما دوستان عزیز. نمیدونم عزیزان میتونن منو ببینن یا نه. بله دوستان دارم میان، نه اینترنت هم یاری بکنه یا نه، صدا چطور؟ اگه صدا خوبه یک کوتاه صحبت کنم، چون شرایط اجرای برنامه رو فعلا ندارم. استادیوم البته آماده است همونطور که میبینید، منتظر نصب اینترنت در خونه هستم. خواهشن بگید که اگه صدا و تصویر اوکی هست من یک کوتاه صحبت کنم در مورد اتفاقاتی که افتاده در مورد حمله ترکیه به بخشای کردنشین سوریه، بعد دوباره برمیگردم تو لایو اینستا دوستانم میارم بالا. خیلی خب، من الان دارم با اینترنت گوشیم صحبت میکنم، الان کسی رو بالا نمیارم. این صحبت ها تموم بشه که حداقل این صحبت ها رو بذاریم در یوتیوب و بعد دوباره عزیزان رو میارم بالا. در ارتباط با مسئله اتفاقاتی که الان رخ داده، حمله ترکیه به بخشای کردنشین، من دیدم باز خیلی از دوستان ما وا مصیبت ها سر میدن، هر جا کرد هست آنجا ایران است، و سخنانی که دارن پخش میکنن عکس و تصاویر زنان اسلحه به دست کرد رو دارن نشون میدن، یا فروهری که بعد وقتا تو گردنشون انداختن و دارن روی این مسائل دارن مانوف میدن. این بابت عدم شناخت از ماهیت جریانات سیاسی کرده، و همونطور که دیدید ایران هم اعتراض آنچنانی نکرده، چرا خاموش داره حرکت میکنه. من مسئله رو براتون باز میکنم، خودم تو شرطی نیستم که بگم برنامه بخوام اجرا کنم، ولی این شرط رو براتون باز میکنم که چون دیدم از حزب پانیرانیست تا احمدی نژاد تا همه دارن تحت تاثیر این مظلوم نمایی جریانات سیاسی کرد قرار گرفتن. من مسئله رو براتون باز میکنم تا اینقدر ساده انگارانه مسئله نگاه نکنیم. اولا هدف اردوغان مشخصا معلومه، اردوغان و کشور ترکیه متاسفانه در سالهای گذشته به ویژه پس از جنگ جهانی اول به این سو و بازم به ویژه پس از مرگ آتاتورک یک کشوری بوده همیشه منافق و داره کارهای خودشون میکنه. خیانت اردوغان به سردار مقاومت بشار اسد هم فراموش شدنی نیست، خیانت کرد و همچنان داره به بشار اسد خیانت میکنه. اینا مسائلیه که نمیشه منکرش شد. اما در مورد مسئله اتفاقی که الان رخ داده، ما باید نگاه کنیم چه چیزی به نفع تمدن ایران شهره. از آن سو ما با کردهای سوریه‌ای طرف هستیم که اینها بزرگترین خیانت خیانتها رو کردن. یعنی در شرایطی که کشور سوریه دچار مبارزات تروریستی شد و اتفاقاتی که دیگه همتون میدونید تکرار گویی نمی کنم، ما دیدیم که کردهای سوریه در کمال ناجوانمردانه و ناجوانمردانه از پشت به بشار اسد خنجر زدن، دایه این سر دادن که ما میخواییم کردستان سوریه رو یک کشور مستقل کنیم، رفتن در دامن آمریکا و این کار رو در 100 سال گذشته کردن. ما اگر با جریانات سیاسی کرد آشنا باشیم، اینها 100 سال جریاناتی دستمال به دستن در 100 سال گذشته، از سیمیدکوشون بگیرید تا آقای قاضی محمدشون بگیرید، تا قاسملوشون بگیرید، تا بارزانی ها بگیرید، تمام این سر تا سر مناطق کردنشین. من اشتباه نشه، من منظورم هموطنان و یا همتباران عزیز کرد ما نیست، جریانات سیاسی که ولی از دل کردستان بالا اومدن در 100 سال گذشته، اینها همیشه دستمال جریانات استعماری بودن. از سیمیدکو بگیرید که برای انگلیس کار میکرد، تا برادران قاضی محمد که خیلی جالب بود، برادران قاضی محمد، اینو آگاهانه بهتون بگم، اصلا تصاویر و مدارکش هست. اولا برادران آقای قاضی محمد زبان روسیشون از کردیشون بهتر بود. خود آقای قاضی محمد که در شرایطی که ارتش متفقین اومده بودن کشور ما رو اشغال کرده بودن، به جایی که پشت دولت مرکزی بایستن کشور رو نجات بدن، اینها دایه جدایی سر دادن، جمهوری مهابات درست کردن. ای کاش اگه شماها غیرت دارید، میگید آی لباس کردی لباس کردی، اگه غیرتی داشتید تو همین زمینه‌ای که خودتون میگید و میدونید ندارید و همه اینا فیلمه، حتی آقای قاضی محمد با لباس کردی تجزیه ایران رو اعلام نکرد، اعلام جمهوری مهابات نکرد، یادمون باشه. آقای قاضی محمد تصاویرش هست در گوگل سرچ کنید، آقای قاضی محمد در کمال بی شرافتی با لباس ارتش سرخ شوروی اعلام جمهوری مهابات کرد. اینها اتفاقات تاریخی است که ما دیدیم، یا در
بلبشوه شورش 57 که یک توطئه علیه پادشاه فقید و داستانهای خودشو داره و یک انقلابی 100% آمریکایی بود، تو این شک نکنید. اینا اگر میخواستن آقای خمینی رو در همون نوفل و شاتو سرنویسش میکردن، نه اینکه تصاویر آقای خمینی همش رو بهترین جلد مجلات باشه. اینا توهمات دو دسته برانداز و حامیان حکومته که هر دو میخوان به یک شکلی مثلا تحریف انقلاب 57 رو بکنن. خب ما در اتفاقات انقلاب 57 دیدیم که اینها دقیقا 7 روز پس از سقوط، یعنی یا پیروزی این بلبشوه 57، یعنی در 29 بهمن 1357، اینو خیلی از جوانای ما نمیدونن و من متاسفم بابت خیانتی که جمهوری اسلامی تا به امروز کرده و این تاریخ رو درست نمیاد بگه و هنوزم با حماقت کامل میگه مثلا مبارزات صیاد شیرازی و چمران علیه ضد انقلاب، ببخشید کردهای اون موقع جریانات سیاسی یا آقای قاسملو، اینا 100% انقلابی بودن، 100% انقلابی بودن، در انقلاب علیه شاه اینها بلند شدن و 7 روز پس از پیروزی این بلبشوه سال 57 بهمن 22 بهمن که رخ داد، اینا 7 روز بعد یعنی در 29 بهمن اومدن و کردستان رو جدا کردن. اینها رو به شما جمهوری اسلامی نمیگه و متاسفانه تا یک سال خورده ای کردستان از دست ما جدا بود که دیگه با فداکاری بزرگانی چون چمران، شهید چمران و واقعا شهید و سردار حفظ ایران، بزرگ مردی چون صیاد شیرازی، کشور حفظ شد. خب اینا اتفاقاتی است که ما از تاریخچه جریانات پانکورد میدونیم و جریانات پانکورد ایران اگر بشناسید اینها رو میتونید به توان 10 کنید. در مورد جریانات پانکورد عراق بهتون حقایق دستتون برسه، یا در مورد کردهای سوریه یا کردهای ترکیه. البته در ترکیه که دولت اردوغان اصلا چیزی به نام کرد نمیشناسه، لباس کردی اونجا ممنوعه کسی بپوشه و به کردهای ترکیه ترک کوهی میگن. این چیزیست که رسما داره کشور ترکیه میگه. اما در این وسط من این نفهمی سطح گسترده نیروهای ایرانی رو نمیفهمم، ایرانگرایان یا جریانات حتی مذهبی رو نمیفهمم که دارن میگن وای الان مثلا اردوغان داره حمله میکنه چه اتفاقی میفته. اولا کردهای سوریه یکی از ایران ستیزترین جریانات هست. اینی که بهتون میگن آ اینا مثلا فروهر میندازن، اینا ما اینا رو قبلا براتون باز کردیم، زرتشتی شدن جریانات پانکورد رو اومدیم براتون باز کردیم که چقدر وحشتناکه و این زرتشتی شدن در حقیقت زرتشت علیه ایران قرار گرفتنه و من بارها اینها رو اومدم باز کردم. مسئله ای که وجود داره اینه که الان حرف اردوغان، ما میدونیم که اردوغان یک منافقه، یک خائنه، اما در میان درگیری بین اردوغان و کردهای سوریه همون کاری که الان موضع رسمی ایران باید انجام بشه، یعنی دخالت نکنه، یه علکی در سطح خیلی ساده بیاد و محکوم بکنه. اما این اتفاق اتفاق بدی نیست. ببینید شما الان آوارگان سوریه نزدیک 3.5 میلیون نفر الان در خاک ترکیه هستن، این خیلی زیاده. 3.5 میلیون الان در خاک ترکیه هستن از آوارگان سوری که متعلق به جای جای کشور سوریه هستش. اردوغان هدفش اینه که بیاد، حالا تا چقدر دقیقا خاک بگیره، من متاسفانه به خاطر اینکه درگیر مسئله شخصی و اقتصادی خودم هستم و همه اتفاقاتی که داره برام رخ میده بسیار نیکه، اما زمان باید ببره که تا بتونم دوباره وارد صحنه بشم، جزئیات دقیقش رو نمیدونم ولی کلیات رو میدونم که میخواد بیاد و از اون بخش های کرد نشینی که دست جمعیت پانکرده خاک بگیره و این آوارگان سوری رو بیاره اونجا. این کارم برای رضای خدا نمیخواد بکنه، نه اشتباه نکنی که بگی آی اردوغان اینقدر الان مهربان شده میگه نه این مثلا سوریای آواره رو ما بیاریم در بخش های کرد نشینه سوریه قرار بدیم، نه، هدف اردوغان هدفی است که اتفاقا هدفی است به نفع ما. هدف اردوغان اینه که بافت جمعیتی بخش‌های کردنشین سوریه رو دگرگون کنه. با کی؟ نه با نیروهای ترک، با آوارگان سوری. یعنی یک کار هوشمندانه است و در این زمینه اتفاقا من آگاهانه پشت اردوغان می‌ایستم، به خاطر اینکه به یاد میاریم همین کار رو محمد رضا شاه پهلوی هم به درستی انجام داد و به یاد میاریم جمهوری اسلامی با حماقت این کار رو نمی کنه، تحت تأثیر بومی سازی قرار گرفته و داره هر روز با این
عدم همگونسازی ملت ایران باعث ایجاد تعصب در بخش های من واژه حاشیه نشین را قبول ندارم، در بخش هایی که مرز نشین هستن در حقیقت داره به وجود میاره. اما اردوغان میخواد که با یک پلیتیک خیلی دقیقی از شر کردهای تروریست سوریه راحت شه. جرمن ببخشید توهین نمی کنم، من کوچیک همه کردها هستم، هموطن ما هستم. ما داریم در مورد جریانات سیاسی کردی صحبت میکنیم عزیزان، که بیشترین کشتار از جوانان میهن ما تا به امروز توسط اینها انجام شده. یعنی شما وقتی که میگی گروه پژاک، گروه پژاک تنها گروه که این همه از جوانان ما، از بچه های گارد جاویدان، ارتش ایران، مرزبانان ما سر بریدن، اینها فقط و فقط قربتون برم فقط کردهای داخل مرزهای ایران نبودن، کردهای به دنیا آمده در جغرافیای سیاسی کنونی ایران نبودن. من شما رو ارجاع میدم به مصاحبه رهبر پژاک در سال 2010 که ایشون در بی بی سی زمانی که اومدن یک تعدادی از جوانان ما رو کشتن، خب ما 4 تا از اون نیروهای مرزبان ما 4 تا از این تروریستای پانکورد پژاک رو به هلاکت رسوندن و در اونجا در اون مصاحبه این آقا که از آلمان با بی بی سی مصاحبه میکرد، اون خانم ازش پرسید چند تا اینا کردهایی هستن که ایرانیه؟ این گفت یعنی چی همه ما کردی؟ گفت نه، چند نفرشون تو ایران به دنیا آمدن. گفت 2 نفرشون و 2 نفرشون گفت در سوریه به دنیا آمدن. یعنی از همین کردهای سوریه بودن که جوانان ما رو لب مرز سر بریدن. به یاد بیارید حزب کموله که یکی از تروریست ترین حزبایی هست، زمانی که ما داشتیم با حزب بعث جنگ میکردیم، این بیناموسا چگونه میومدن در سنگرها و سر جوانان ایران رو میبریدن. شماها تحت تاثیر مظلوم نمایی اینا قرار نگیرید. چرا وقتی که کردها میگن، کردهای سوریه میگن آمریکا از ما پشت به ما خنجر زد، یعنی چی؟ یعنی ما رفتیم مزدوری آمریکا رو کردیم، حالا آمریکا از پشت به ما خنجر زد. نوش جونتون، دهنتون هم باید سرویس کنه. کسی که به آب و خاکش خیانت کنه، پشت این کشور بیریشه امریکن بیسته، همین از پشت باید خنجر بخوره. مورد معامله شما جریانات سیاسی پانکورد آدم بشو نیستید. شما در طول این 100 سال همواره دارید مشاهده میکنید به مانند دستمال مورد معامله قدرت ها قرار میگیرید، ولی هیچ وقت به دامان پدر معنوی خودتون که ایرانه باز نکشتید. در حالی که الان از لبنان حسن نصرالله بگید تا بچه های حوثی، همه اینا دارن میان و دست بیعت میدن با پادشاه ایران آقای خامنه ای، ولی که میدونن ایران پدر فرهنگی ایناست. ولی شما جریانات سیاسی کرد همواره خیانت کردید. جوانای ما رو چقدر شماها کشتید، اتفاقا از همین کردهای سوریه کلی در پژاک هستن. خب اردوغان به اینجاش رسیده، خیلی تا الان سربازان ترکیه توسط این جریانات پانکورد در عملیات‌های تروریستی کشته شدن. اردوغان فرصت و غنیمت شمرده که این به نفع ماست، اگه بمشه به ضرر ما بود. گارد جاویدان و سردار بزرگ ما سلیمانی و اینا اجازه نمیداد که این اتفاقات بیافته، تو این شک نکنید. ولی الان اتفاق نیکیه، به خاطر اینکه اردوغان با این اقدامی که داره انجام میده، با این حمله‌ای که داره میکنه، اولا یک بخشی از این پانکوردای مسلح رو تضعیف میکنه، از اینا رو چیکار میکنه؟ ضعیف میکنه، بمباران میکنه، اینها پایگاه‌هاشون رو تو مناطق از دست میدن و بخش گسترده ای از مناطق کرد نشین سوریه رو بافت جمعیتش رو عوض میکنه. یعنی با 3 میلیون بدون که بخواد تجاوز بکنه که آقا مثلا مردم ترکیه بیان بشینه، همون کاری که اسرائیل با فلسطین کرد. خب اسرائیل یک تجاوز کاملا جمعیتی بود، یعنی اومدن و سرتاسر اروپا یهودی ها رو آوردن در فلسطین، نشوندن بافت جمعیتش رو عوض کردن. اما اردوغان نمیخواد این کارو بکنه. اردوغانی که ما میدونیم منافقه، ولی این کارش درسته و بعد پشت این کارش هم بیستیم چیست؟ اردوغان در حقیقت میخواد بافت جمعیتی رو با خود مردم سوریه عوض بکنه. خب این اتفاق خوبیه، اتفاق نیکیه. من تعجب میکنم عزیزان تحت تاثیر مظلوم نمایی، یعنی سلاح مظلوم نمایی سلاحیست که 100 سال دست 2 تا جریانه، حواستون باشه، البته 3 تا جریان، منطقه 2 تا جریانش بیشتر به ما میخوره. سلاح مظلوم نمایی یکی دست همین پانکورت هاست، یکی دست جریان بهاییته. شما بهایی ها رو ببینید هر جا میرسید شروع میکنن مظلوم نمایی. دوستان سلاح مظلوم نمایی یکی از خطرناکترین سلاح هاست، بعضن از بمب اتم قوی تر عمل میکنه. همون کاری که شما الان دارید میبینید،
یهودی ها با سلاح مظلوم نمایی داستان جنگ جهانی دوم و همون هولوکاست و اینا که میدونی چگونه دارن کشورگشایی میکنن، چگونه تونستن سیطره خودشون رو بر جهان احاطه بکنن. بنابراین سلاح مظلوم نمایی کردها، کردهای سیاسی، کردهایی که دست به اسلحه هستن، ما منظورمون در مورد مردمان کرد نیست که اینا از هر ایرانی نژاده ترن، بحث نژادی که بخوایم بکنیم اینا کاملا ایرانیان نژادن، منتها خودشون رو میگن ما ایرانی نیستیم، خودشون رو قبول ندارن. ما اینجا داریم مشخصا در مورد اون جریانات پانکورد اسلحه به دست صحبت میکنیم که خیانت هاشون انقدر زیاده در سرتاسر منطقه که با آب هفت دریا پاک نمیشه. دوستان شما در این فتنه‌ای که بارزانی انجام داد دیدید پرچم اسرائیل رفت بالا. یک لحظه با خودتون بپرسید چرا کردهای سوریه بایستی بگن که آمریکا از پشت به ما خنجر زد؟ یعنی چی؟ شما به عنوان شهروندان سوریه در زمانی که کشور سوریه در گرفتاری افتاده رفتید با آمریکا بستید و الان ناراحتید آمریکا از پشت به شما خنجر زد؟ عزیزان پانکرد سوریه، شما چجوری؟ شما از کجا به بشار اسد و حاکمیت ملی سوریه خنجر زدید؟ حالا ناراحتی که یک بیگانه بیریشه چون این امریکن ها بهتون خنجر زدن؟ شماها باید خیلی تاوان پس بدید. در این مورد ایرانی ها خواهشن جوگیر نشن. کار اردوغان در این مورد به خصوص بسیار درسته، میخواد بافت جمعیتی اونجا رو عوض بکنه که این کلن به سود ماست. ببینید من همواره گفتم این عزیزان به ویژه دوستان عزیز کرد، اینا وقتی تک به تک باشون میرسید بسیار انسان‌های شریفی هستن، اما زود تحت تاثیر هم‌لباس‌های خودشون قرار میگیرن، جریانات پانکردی که اسلحه به دست هستن و فوراً جوگیر میشن. یه هفته میومدن سوئد با همدیگه صحبت میکردن، هفته اول اصلا ما رو میگه آقا ما ایرانی، اینا همه همدیگه رو بغل و ماچ و اینا دمت گرم بریم با هم کافه بخوریم و اینا. هفته بعدش یه هفته میمون با جریانات تجزیه طلب که میشستن پا میشدن، یه دفعه میگه ما چی زبان مادری و لباس مادری و یه حرفایی میزنن وحشتناک. بنابراین خیانت اینها در 100 سال گذشته روشنه و خواهشن یک مقدار باهوش عمل کنی. خیلی ها میگن آقا ما گیج شدیم چه اتفاقی میفته. اولا کشور ترکیه هر چقدر خاک بگیره از سوریه اینها رو به پناهجوهای سوری باید بده و راهی نداره، هدفش هم اینه، هدفی غیر از این هم دنبال نمی کنه اردوغان. ولی حتی اگر هدفی غیر از این دنبال کنه، ترکیه یک کشوری است که ثبت شده در سازمان ملل و با فشار بین المللی اول و آخر مجبوره اونجا رو ترک بکنه. بنابراین شماها زیاد هرس نخورید ایزان. ولی اگر جریانات پانکورد بتونن دست بندازن و یک قسمتی رو بگیرن، پس گرفتن اون قسمت کار حضرت فیله. همونطور که ما در اتفاقاتی که پس از صدام رخ داد در کشور عراق مشاهده میکنیم، خیلی ها تو خبر ندارید ولی اگر شما شهروند عراق باشی و در بغداد زندگی کنی، نمیتوانی بلیت بخری راحت بلنشی بری مثلا در سلیمانیه یا در اربیل عراق، به خاطری که هر شهروند عراقی که بخواد وارد استان کردستان عراق بشه بایستی ویزا گرفته باشه، یک ویزای مخصوصی داره و بایستی اون ویزا دستش باشه. یعنی مثلا این میمونه شما از تهران بخوای بلنشی بری مثلا آذربایجان خودمون، بری تبریز ویزا بخوای نشون بدی. ما این اتفاقات دیدیم. بنابراین اتفاقی که الان داره رخ میده، اردوغان با انرژی خودش، با گروه نظامی خودش، ما بدون دردسر یک جریان منافقی چون ترکیه میاد و اونجا رو برای ما بافت جمعیتیش رو عوض میکنه و این در نهایت به سود سردار مقاومت بشار اسد. برای همین هم هست الان میبینید دولت سوریه آتیشش تون نیست، برای همین میبینید آتیش ایران تون نیست، مقامات سیاسی ایران آنچنان موضع نمیگیرن، ولی برعکس میبینید که دولت‌های غربی دارن بالبال میزنن. شما نگاه کیا دارن بالبال میزنن؟ فرانسه داره بالبال میزنه چرا اردوغان به کردهای سوریه حمله کرده. خب نگاه کن، اینا رو نگاه کن، چیز واقعا ساده ایه. من نمیدونم چرا دوستان انقدر تحت تاثیر بعد مثلا عکس دخترای کرد هفت قلم آرایش کرده رو نشون میدن که اینا دستشون اسلحه هست. این جماعت پانکورد اگه غیرت داشتن که زناشون رو تو جبهه جنگ نمیفرستادن. حالا ما اینو میگیم، میگن نه زن و مرد فرق ندارن، ولی اونهایی که چنین ادعایی میکنن خودشون بهتر میدونن و اسنادش اومده بیرون از زبان خود زنان پانکوردی که در این احزاب کار کردن
که چقدر در کمپ های یا در اون جایی که به این خانم ها آموزش نظامی میدن، چقدر این خانم ها مورد تجاوز جنسی مردان فرمانده احزاب کردی قرار گرفتن، به ویژه حزب دموکرات که همین دو سه سال پیش اسنادش بیرون اومد از زبان خود همین زنان. یعنی شما این زنانی که میبینید هفت قلم آرایش دست به اسلحه‌ن، این بیچاره‌ها تا برسن به این اسلحه و به این عکسی که بندازن و شما رو تحت تاثیر قرار بدن، بارها مورد تجاوز جنسی توسط فرماندهان خودشون قرار گرفتن عزیزم. بنابراین اتفاقات بسیار نیکیست. من به عنوان یک ایرانگرا که مسائل دارم دنبال میکنم، آگاهانه در این مورد از حمله نظامی ترکیه به بخش‌های تروریستی پانکردیسم دفاع میکنم، با اینکه جریان آقای اردوغان یک جریان منافقی است، ولی با یک هوشمندی ما اینو دفاع میکنیم و حتی بهتر سکوت کنیم. دفاع نه، من دیدم چون خیلی‌ها دارن پیام میدن و خیلی‌ها دارن میگن آقا چیکار باید بکنیم چیکار نکنیم، نه این اتفاق خوبه. میاد یک بخشی از خاک کردستان سوریه رو اردوغان میگیره و جایگزینش مردم آواره سوریه که در خاک ترکیه ان میکنه. بدین شکل و به این سادگی هم بافت جمعیتی بخش کردنشین تغییر پیدا میکنه که این اتفاق نیکی عزیزان. من این لایو رو میبندم، برمیگردم و شما عزیزان رو میارم بالا که با هم صحبت کنیم. پاینده ایران، بدرود.